اعضای محترم کلیسای نسح شالوم، در جلسات گذشته در ادامه تاریخ یهود و ایستگاه‌های مهم در این تاریخ و چگونه متشکل شدن هلخا، یعنی قوانینی که هر یهودی بر طبق آن از وقتی که به دنیا می آید تا وقتی که از دنیا می رود بعد از 120 سالگی بایستی رفتار بکنه. تلمود بعد از این که به صورت خاتمه در اومد و تعریف آن به اتمام رسید در دوره امورائیم در بابل و بعد از ویراستاری آن و نوشتن آن و تصحیح کردن آن به وسیله عده‌ای که آنها را سوراییم میگویند، قبلا خدمتتون عرض کردم. حال مسئله‌ای که وجود داشت این بود، چگونه هلاخا را میتوان از درون این مبحث ها بحث های یک دنیا تلمود انسان های عادی بفهمند چی هست، یا حتی علما. کاری که گاونیم میکنن، گاون لقب علمایی بود که در رأس یشیواهای سورا و پومدیتا قرار داشتن و اینها هزارها شاگرد رو تعلیم و تربیت میدادن. راجع به یشیوه های بابل هم صحبت کردیم. گاونیم از سال، فرض کنید در حدود قرن پنجم تا قرن یازدهم تا 1040 اینها در بابل فعالیت می کردن و هدف اصلی اونها انتشار تلمود و فهم اینکه از تلمود چگونه میتوان هلاخا، یعنی رفتار یک یهودی را تعیین کرد. تلمود کتاب آسانی نیست و به زبان آسانی هم نوشته نشده. علت این که گاونیم سعی میکنن تلمود رو و آموزش تلمود رو بیان اشاعه بدن بین تمام یهودیانی که ساکن غیر از بابل بودند، این بود سختی مطالب تلمود. از اینجا شروع میشه که اولا زبان آن زبان آرامی بود، زبانی که مردم که در اسپانیا یا در زبانی که در تونس و مراکش شمال آفریقا زندگی میکردن این زبان را نمیفهمیدن. دوم بحث‌های تلمودی بود. بحث‌های تلمودی خیلی خلاصه است، بعضی از اونها خیلی مطوله و با زبانی که مردم نمی‌فهمیدن. بنابراین نیاز داشتن به کسانی که وارد بودن سوال‌های خود را از اونها بکنن. علت دیگری که باعث شد گاونیم شروع بکنن و هلاخا را به صورت قاطع بگن چی هست، بدون رجوع کردن به بحث های تلمودی که نتیجتا به هلاخا میرسه، این بود که فرقه قرائیم، قبلا خدمتتون عرض کردم، اینها قدرت گرفته بودن، اینها تورش بلپه را یعنی تلمود را اصلا قبول نداشتن و این باعث کردید که گاونیم بیشتر و بیشتر در این زمینه فعالیت بکنن. و دلیل سوم بود که دوری جوامع یهودی از بابل و حتی ارس اسرائیل، اون هم در اونجا هم علمایی بودن که میتونستن پاسخ بدن به جوابهای به سوالات مردم، باعث کردید که گاونیم هرچی بیشتر سعی بکنن که هلاخاها را به صورت قاطع و بدون بحث اینها رو برای یهودیانی که سوال میکردن بفرستن. صدها هزار بیشتر
در طول این زبانی که خدمتتون عرض کردم تا سال 1040 تقریبا از سال 450 اگه حساب بکنیم تا 1040 صدها هزار بیشتر سوال از مصر، از تونس، مراکش، شهرهای اسپانیا، ایتالیا و حتی اروپا به بابل میرسید و اینها رو میبایستی بود جواب بدن. البته افراد مستقیما اینها رو به بابل نمیفرستن سوالهای خود رو در زمینه حلقا، بلکه اون را به راوهای محلی خود تو اونها را بیفرشتن، راه راو محلی اگر عالم بود و سوالها آسون بودن خود جواب میداد و بعد از اون مینشست سوالهای متشابه رو کنار هم میذاشت و اون سوال را مطرح میکرد برای که کار گاونیم آسونتر بشه. و بعضی از سوالها و جوابها یک سال بیشتر در راه بودن به خاطر اینکه هواپیمایی که نبود، ماشین که نبود، اینا به وسیله کاروان حرکت میکردن، میرفتن، میومدن تا سوالها را ببرند و جوابیها را برگردونن و این یک مسئله دیگری بود. ولی با وجود این گاونها شروع کردن مجموعه های از حلقه ها را نوشتن و این مجموعه هاست که میبینیم به مرور زمان تبدیل میشه به چی؟ به یک روش کتاب هایی که عاقبت تبدیل میشه به شولخ آروخ، یعنی کتاب مجموع قوانین یهودیه که هر یهودی به اون وابسته است. میبینیم عمل دیگر گاونین این بود که باعث کردید که تلمود بابلی بشه در حقیقت ها تلمود، یعنی تلمودی که فقط رو اون استناد میکنن. البته تلمود یروشلمی هم بود ولی کمتر در بابل از اون استناد به اون میکردن، ولی ما میدونیم در سایر یهودی نشین ها بودن، مثل کیروبان یعنی نزدیک تونس، توی تونس یک شهری بود که در آن علمای یهود بودن، یشیوا بود و اینها از تلمود بابلی هم استفاده میکردن برای اینکه به حلاخا برسد. میبینیم کاری که گاونیم کردن، من راجع به فرد فرد گاونیم صحبت نمی کنم، خیلی ها کارهایی که کرده بودن، بعضی ها مثل اولین کتابی که در حلقه نوشته میشه، نه جواب به سوال ها، از یک راوی است به نام راو اخا که در شهر شبخا یک شهری بود نزدیک بصره امروز، او ساکن اونجا بود با اینکه گاون نبود، ولی میاد حلاخاها را بر طبق پاراشاهای تورا تنظیم میکنه، بر طبق 171 حلاخا را میاد طبق پاراشاهای تورا تنظیم میکنه. این شئیلتا درب اخا معروفه، این میشه یک پایه و یک کتاب نمونه که چگونه بایستی یک یهودی اگر دنبال این میگرده که چطور رفتار بکنه، حلاخا بهش یاد میده این کار اینطور بایستی رفتار بکنه. و جالب اینجاست در این کتاب یک مثالی میارن راجع مثلا راجع به غصب نکردن، غصب نکردن مال. در کتاب ویقرا فصل 19 همه تورا می نویسد لو تیگنوو و لو تخخشو و لو تشکرو ایش به امیتو، یعنی نباشی از یک دیگر دزدی بکنید یا انکار بکنید و دروغ به یک دیگر نگویید. در شئیلتا راو اخا راجع به قصب مال، به زور مالی را از کسی گرفتن، به این آیه در کتاب و ویقرا فصل 19 هم اتکا نمی کنه، بلکه میره چی؟ میره به زبان نوح. میگه که در زبان نوح آن چیزی که باعث شد طوفان آب بیاید
و تیباله هارز خماس، یعنی زمین از ظلم، از غصب، غصب بار یک دیگر به زور پر شد. به اون استناد میکنه. در هر صورت ببینیم بعد از اون یک راب دیگر برای راب یهودایی است که او هم میاد یک کتابی را تنظیم میکنه، کتاب هلاخا، بر اساس چی؟ بر اساس رسالات تلمود، یعنی پیرو تلموده. و میبینیم این دو کتاب تأثیرات بسیار زیادی بعدن در چگونه، یعنی خط مشی بوده، در خط رهنمایی بوده برای نوشتن قوانین، کل قوانین که میبینیم بعدن ربی ساق الفاسی اهل فاس میاد تمام هلاخه های تلمود رو در میاره، سفر هلاخوت گادول، بعدن میبینیم هرمبامه. و از بعد از گاونیم یک دوره از تاریخ ما شروع میشه که بهش میگن تکوفت هاریشونیم، یعنی کسانی که بعد از این گاونیم آمدن، اینها شروع میکنن به نوشتن کتاب هایی که آسون میسازه یاد گرفتن تلمود رو و آسون میسازه که چطور رفتار بکنه یک یهودی. یکی از بزرگترین گاونیم من میخوام اونجا به شما معرفی بکنم که به خاطر فعالیت های اوست که میبینیم بابل از مرکزیت میفته و مراکز دیگر علم تلمود، یادگیری تلمود و هلاخا به وجود میاد. این شخص رب‌های گاون بود. رب‌های گاون فرزند رب شیریرا بود. رب شیریرا قرن دهم، این پدر و پسر فعالیت هاشون باعث گردید که در یشیوه ها صدها و هزارها دانش آموز در اونها از سایر نقاط دنیا بیایند و طرز آموزش تلمود رو، هلاخا رو خوب یاد بگیرن و اینها رو به شهرهای خودشون، به ممالک خودشون بفرستن. مخصوصا رب‌های، رب‌های فرزندی نداشت، پسری نداشت، میگن دختری داشته یا در کار به فرزندان نداریم، ولی رب‌های کسی بود که بیشترین بایستی گفت پیروان مکتب تلمودی رو اومد آموزش داد و از اونها علمای بسیار وارد به علم تلمود و هلاخا تربیت کرد و اونها رو به سایر ممالک مثل اسپانیا، مثل مصر، این طرف فرستاد که ببینیم نتیجتا این شد که دیگر علمایی که در تونس و مراکش و الجزیره بودن نیازی نداشتن که بیان سوالهاشون رو از کی بکنن؟ از مرکز بکنن، از همون کسایی که تربیت شده مرکز بودن اون جواب رو میگرفتن. و این کار عظیم رو رب‌های گاون کرد. البته این دوره‌ای است که بعد از اینکه بنی امیه از کار برکنار میشن در دنیای اسلام و بنی عباس میان جانشینان اونها میشن و این دوره تقریبا صلح و آرامش بوده که ببینیم در زمانی که صلح و آرامش هست از لحاظ معنوی، از لحاظ روحانی، از لحاظ فعالیت های روحانی و دانش پژوهی زیاد و زیادتر میشه. همین که در این دوره بود، ما در جلسات آینده به این میپردازیم که چگونه این مراکز غیر از بابل برپا شدن و اثرات اونها در عالم یهود و مخصوصا در ادامه تلمود و آموزش های تلمود چه اثراتی به وجود آمدن و چگونه این تمام این فعالیت ها تبدیل شد به شولخان آروخ.
امیدوارم شبات خوبی در پیش خواهید داشت. این شبات، شبات پاراز، شباتی است که ما دو تا سفر تورا بیرون میاریم، شباتی است که خود را آماده میکنیم برای ایام متبرکه پسخ که امیدوارم به خوبی خواهد آمد و همگی این عید را آنطوری که شاید و باید، آنطوری که قرن هاست نگهداری کردیم، نگهداری بکنیم. شبات شالوم.